دوستان سلام. امروز میخوام یکی از مهمترین ویدیوهایی که تا حالا ضبط کردم رو ضبط کنم و یک سوالی رو پاسخ بدم که خیلی ازم سوال شده و اون این هست که آیا صدای من برای آواز خوندن مناسب هست یا نیست. این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید تا نظرم رو بگم و بعد تو صفحه اینستاگرام من عضو بشید، آموزش ها رو اونجا ببینید که خیلی آموزش های ویدیویی اونجا براتون گذاشتم، تحلیل دادن صدای کشیده و با هم جلو برید. و اما پاسخ این سوال که آیا صدای من برای خوندن آواز مناسب هست یا نیست، نظر شخصی من در طی این سالهایی که آموزش دیدم و آموزش دادم این هست که اغلب انسان ها میتونن آواز بخونن، مثلا آواز سنتی، و میتونن تحریر بدن. خیلی ها هستن که این کارو میتونن انجام بدن، یه تعداد خیلی محدودی هستن که نمیتونن این کارو انجام بدن، اون هم دلیل خاص خودشو داره، یا بیماری حنجره دارن، یا حنجرهشون رو انقدر بد استفاده کردن که آسیب دیده، یا حساسیت دارن به فصل، به سرما، به گرما، به بعضی از غذاها. وگرنه در اغلب انسان‌ها آواز خوندن میسر هست، تحریر دادن کاملا میسر هست و میتونن این کارو انجام بدن. فقط باید راهش و روشش رو درست جلو برن. اون رو هم توی صفحه اینستاگرام نوبانگ کهن توضیح دادم و میتونید که ویدیوهای آموزشی رو ببینید و قدم به قدم جلو بریم. پس همه انسان‌ها میتونن آواز بخونن به شرط اینکه حنجره‌شون سالم باشه و حنجره رو آسیب نزده باشن. که آسیب زدن به حنجره هم از این طریق هست که ما ناخواسته فشار میاریم، بیش از حد به حنجره ما فشار میاریم و تارهای صوتی ما آسیب میده، که اون هم با استراحت و البته با توصیه‌های پزشکی قابل رفع هست، مگر تو موارد خاص. من شاید بگم بالای 95-96% دیدم که تونستن آواز بخونن و تحریر دادن، مگر تعداد خیلی خیلی خاص که اون هم گفتم شرایط حنجرهشون اجازه نمیده که آواز بخونن، اجازه نمیده که تحریر بدن. پس همه میتونن آواز بخونن به شرط اینکه راهش رو درست برن، روشش رو درست برن، درست آموزش ببینن و بتونن که ادامه بدن. حتما به صفحه نوبانگ کهن سر بزنید، آموزش ها و ویدیوهای بیشتری اونجا براتون آپلود کردم، ببینید و قدم به قدم جلو بریم تا شما هم بتونید آواز بخونید و تحریر بدید. یکی از مهمترین ویدیوهایی که توی صفحه اینستاگرام دارم نحوه ایجاد تحریر هست که حتما اون رو تماشا کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.